در قسمت پیش به معانی مختلف و متفاوت کمون، پیش زمینه های کمون مشترک در زندان های شاه و به از همپاشیدن زندگی جمعی زندانیان در سال 1354 که پراکندگی و رویارویی نیروها بعد از انقلاب از جمله نتایج اون بود اشاره کردم. یادآوری کنم که کمون با الفبا و ریشه عربی به معنی پنهان شده است. ملا صدرا در کتاب عرشیه و نیز در کتاب درباره نفس سخنی به این مضمون دارد: حیات از حالت کمون بیرون آمده و به حالت ظهور می رسد. کمون با الفبا و ریشه عربی ربطی با ریشه لاتین واژه کمون ندارد. به عبارت دیگر، دو واژه با تلفظ یکسان و با معانی متفاوت در زبان فارسی وارد شدند که هم ریشه نیستند. انسان است و رازهایش. انسان موجودی است پر رمز و راز. گفته می شود بعد از تجاوز ارتش عراق به میهن ما که در آغاز جنگ بسیاری داوطلبانه به جبهه ها می رفتند و در میان آنان انسانهای فداکار کم نبود، دو جور مسابقه به چشم می‌خورد: مسابقه بر سر شهادت و رفتن به میدان‌های خطر، و دوم مسابقه بر سر گرفتن کمپوت وقتی ماشین کمپوت از راه می‌رسید. هیچ کس هر چقدر هم خوب و ماه باشد همیشه در حالت بدر نیست. ماه را نیز گاه ابرها از رنگ و رو می اندازند. داستان زندانیان سیاسی نیز چنین است. زندانیان اون دوران در معرض خسوف و کسوف قرار می گرفتند و نمی توانستند همیشه ماه تابان باشند، یعنی تماما در فدا و پاکبازی خلاصه نمی شدند و اینجور نبود که ذکر و فکرشون فقط و فقط مبارزه با مقاومت باشد، البته با نیت پاک مبارزه با اختناق خود را به آب و آتش زده و پیشرو و پیشاهنگ بودند، اما گرد و خاک جامعه ستم زده خودشون بر اونها نیز نشسته بود و تافته‌ای جدا بافته نبودند و چنین ادعایی هم نداشتند. شماری از آنان از سالهای نخست دهه 50 که قدرت حکومت و ضعف مردم، هر دو قدرت حکومت و ضعف مردم مطلق تصور میشد، به مبارزه مسلحانه به مثابه هم استراتژی و هم تاکتیک دل بستند تا اون دو مطلق ذهنی را در هم بشکنند و فضا را برای اعتراض سیاسی وسیع مردم فراهم کنند تا شاید در قدم‌های بعد حزب در پروسه مبارزه شکل بگیرد و هدایت جنبش در راه کسب قدرت سیاسی را عهده‌دار شود. اما می‌دانیم که همه چیز با رؤیا و آرزو پیش نمی‌رود و همیشه با جاده های شوسه و کوچه های صاف روبرو نیستیم و در درونمون نیز
با شاه و شاهک های جور و جور برخورد میکنیم. زندانیان سیاسی برآمده از جامعه خودشون بودند. فقط در بیرون زندان نبود که خیلی ها برای تماشای سریال های تلویزیونی مثل سرکار استوار و مراد برقی و هفت دخترون کاروبار خودشون را تعطیل میکردند. دوشنبه شب ها کمی مانده به ساعت 9 که در دکان ها بسته و کرکره ها پایین کشیده میشد و تهران و شهرهای دیگر در سکوت و آرامش فرو میرفت و از هجوم ترافیک ناگهان کاسته میشد و شب چره تلویزیونی به راه میافتاد، در زندان قصر هم اتاق تلویزیون جان نداشت. مراد برقی که عاشق محبوبه بود و سرکار استوار و صمد آقا اونجا هم خاطرخواه داشت. سریال تلخ و شیرین به کارگردانی احمد بهبهانی که روزهای سه‌شنبه پخش میشد نیز همینطور. مراد برقی و هفت دخترون را پرویز کاردان بر اساس سریال خانه به دوش ساخته بود. جعفر آقا معمارچی، ناصر گیتی جاه، هفت دختر داشت: وجیهه، منیژه، فرشته، فریده، ملیحه، حمیده و محبوبه نگار. خاندایی روح الله مفیدی محبوبه را برای پسرش که در فرنگ بود در نظر داشت. اینها را زندانیان سیاسی هم می دانستند. اونها هم پای این سریال ها می نشستند. بیزن و دندان جهان زندان بود. کم نیستن کسانی که از زندانیان سیاسی زمان شاه تصور غیر واقعی دارن. گویا اونها گل بی عیب بوده و در همه چیز نمونه پارسایی و ایدئالند. از زورو هم زوروترن و مثلا میتونن از ساختمونی بلند جفبو بپرن پایین و مثل این فیلم های کارتونی دوباره بیستن و هیچیشون هم نشه. دائم با مشت گره کرده سرود میخوانن، خدای معلوماتن، یک پارچه ایثارن و اصلا از جنس دیگری هستن. واقعش اینه که اینجور نیست. یکی از زندانیان خوب و دردمند زمان شاه که اهل قلم بود، شکنجهش کرده بودن و بعد از انقلاب در مصاف با ستمگران در خون خیش غلتید. او در زندان برای چند نفر که من هم حضور داشتم تعریف میکرد که دیشب نتونستم بخوابم چون فلانی اسم یکی از زندانیان خوب را برد، چون فلانی بعد از خاموشی که قرار بود همه کپه کنیم یعنی بخوابیم هی با خودش ور میرفت و هر بار میرفت دوش میگرفت و دوباره از نو شروع میکرد. او سه مرتبه این کار را کرد. یکی از مخاطبین با تغییر واکنش نشان داد و به اون نویسنده گفت: اولا احترام و اختیار بدن هر کس دست خودش است. در ثانی شما چرا نگاه کردی؟ اگه کار او را سرزنش میکنی خودت که کار بدتری کردی، چرا اصلا نگاه کردی؟ بعد از کمی سکوت یکی از بچه ها که پزشک بود و از خارج آمده بود گفت: خدا ساتر العیوب است، عیب ها رو میپوشونه و شیطان است که کاشف العیوب است، عیب ها رو برملا میکنه. خیلی چیزها هست که باید خودمون رو به ندیدن و به نشنیدن بزنیم. نباید ببینیم و بشنویم و نباید بگیم. خودارضایی که چیز جدیدی نیست.
من به عنوان یک پزشک میگم حیواناتی مثل اسب همین کارو میکنن. از اول تاریخ بشر تا حالا بوده، بعدش هم خواهد بود. من خودم در یونان یک تندیس دیدم که از خاک رست درست شده بود و فردی رو نشان میداد که داره با خودش این کارو میکنه. مال هزاران سال پیشه. تازه من پزشکم، از نظر پزشکی گرچه توصیه نمیشه، اما برخلاف اون چه گفتن ایراد خیلی زیادی هم نداره. یکی دیگه گفت خود ارضایی در متون ادبی همین کشورها از جمله ایران ما هم اشاره شده. از سوزنی سمرقندی و سعدی علیه الرحمه بگیر تا عبید زاکانی و ذبیح بهروز. عبید در رساله تعریفات اون را دستگیر مفلسان خوانده است، با همین تعبیر دستگیر مفلسان. و این که ممکن است کسی به یاد یار چشمانش را ببندد و مش زنی کند. اون نویسنده دردمند گفت من برای شما استدلال میکنم که کار اون دوست غلط بود. من اجازه خواستم صحبت کنم و گفتم اصل ابتدایی استدلال عدم تناقض است. آیا فقط و فقط اون بنده خدا این کار کرده؟ والا گر حکم شود که مس گیرند، در قصر هر اون چه هست گیرند. اگرچه ما خودمون یهودا هستیم، اما بیاییم مثل حضرت مسیح عمل کنیم. هر کس اونقدر پارسا بوده و هست، اونقدر زاهد بوده و هست که به مخیلش هم این چیزا راه نداده و تا حالا به خودش وررفته، همینجا بمونه بقیه برند و من خودم اولین کسی هستم که راهمو میکشم و میرم. همه هم دیگر رو نگاه کردن و داشتیم متفرق میشدیم هممون. اما ستار مرادی نگهبان ترک زبان بند که سر هیچی گیر میداد از دور به طرف ما آمد. قرار شد همین جور خونسرد بیستیم که مشکوک نشه و اگه پرسید درباره چی حرف میزدید همه بگیم چون فروشگاه بند پیاز آورده داشتیم درباره فواید پیاز حرف میزدیم. اومد و گفت داریم بحث سیاسی میکنین آره؟ گفتیم نه بابا بحث سیاسی نمی کنیم. دوتا از بچه ها رو جدا کرد و جدا جدا پرسید راستشو بگو درباره چی صحبت میکردی؟ اونا هم با صدای بلند گفتن پیاز. ستار مرادی گفت منو مسخره میکنین؟ پیاز نمه نده. پیاز چیه؟ بعد اسم هممون رو یادداشت کرد و رفت و بعدها هم کار دستمون داد. راستش خیلی اذیت میکرد این ستار مرادی. درست است که آدمی از محیط زندگی و شیوه زیستنش تأثیر میگیرد و ستار مرادی هم گرد و خاک جنوب شهر را چون کولباری بر دوش داشت، اما این همه اذیت‌های او را توجیه نمیکرد. امثال وی به لحاظ خلق و خوب با مردم زحمتکش و بی‌آلایش جنوب شهر نسبتی نداشتند و با شعور و معرفت آنان بیگانه بودند. محیط کار تغییرشون داده بود. در آغاز همین ستار مرادی کمرو و خجالتی بود، بعدها بود که از این رو به اون رو شد. خلاصه اون دوست همون فلانی که چند بار دوش گرفته بود، مثل بیشتر زندانیان احساسات لطیف و اراده نیک داشت. او هم زیاد شکنجه شده بود و بعد از انقلاب تیرباران شد. در حیات زندان دیدمش قدم میزد و با خودش زمزمه میکرد زندان در زندان، زندان در زندان. با توجه به اون چه در نشست پیاز شنیده بودم پرسیدم چی شده؟ چرا میگی زندان در زندان؟ آدم خیلی پاک و رو راسته بود. گفت دندونم درد میکنه، این یک. توی زندونم هستم، این دوتا. زنم ندارم. به قول نسیم شمال بیزن و دندان جهان زندان بود. حالا بیزن و دندان توی زندان، زندان در زندان دیگه. من نمیگم تنها لذت دنیا زن و دندونه،
اما به قول نسیم شمال بیزن و دندان جهان زندان بود. اصرار میکرد که قصد شوخی ندارم، دارم به یک واقعیت اشاره میکنم. بریم هیپنوتیزم کنیم. حمید که روز اول ورودم از کمیته مشترک به قصر مرا سر کار گذاشته بود تا قند شماری کنم و کیسه بزرگ حبه های قند را بشمارم، اومد و مثل کسی که سوار پشتشه نفس زنان و تون تون گفت: محمد آماده باش، آماده باش، بریم هیپنوتیزم کنیم. گفتم: من که هیپنوتیز بلد نیستم. کجا؟ چی؟ گفت: یادت میدم یه تازه وارد داریم به اسم ابراهیم که دیروز از کمیته اومده، اونهاش گوشه حیات نشسته و نرسیده داره کتاب هیپنوتیز چیز رو ورق میزنه، به بچه ها گفته هیپنوتیز میبنوتیز همهش کشک. پرسیدم: حالا تو طرفدار هیپنوتیز شدی؟ میخوای چی کار کنی؟ نمیخوای که کیسه بزرگ قنجرش بذاری تو بشماره؟ یا پودر رخشویی بریزی توی چای و بهش بدی تا اسهال شدید بگیره؟ که گفت نه. شنیده بودم گاه بچه ها به شوخی این کار رو میکردن. زنده یاد بهرام طاهرزاده از گروه کتیرایی در قزلقلعه یک بار این بلا را سر آخوندی به نام اسحاقی آورده و بارها او را با حالت نزار به توالت هدایت کرده بود. القصه حمید گفت: نه بابا، میخوایم از راه خودش، از همین هیپنوتیز که نرسیده به بند بهش گیر داده، حالشو بگیریم. میخوایم توی بند طرب و شادی ایجاد کنیم. فکر نکن من طرفدار هیپنوتیز هستم، این بهانه است. من میرم پیشش میشینم، بعد با اشاره به تو میگم یکی در بند ما هست که بلد هیپنوتیز کنه. اگه داوطلب شد خبرت میکنم و به بچه های اتاقم میگم تو گوشی دستشون باشه. بعد مفصل راه و چای هیپنوتیز کردن، یا بهتر بگم سیاه کردن ابراهیم را با طول و تفصیل شرح داد و گفت با فرنچ خودش، فرنچ یعنی لباس زندان که شبیه کت بود، با فرنچ خودش چه کار کنم و چه کار نکنم. گفتم: حمید جون ما نیستیم، پاتو از کفش ما بیرون بکش. با خنده و تغییر گفت: اولا تو که کفش نداری، دمپایی پات. ثانیا خودتو لوس نکن. پرسیدم: چرا تو خودت این کارو نمی کنی؟ گفت: من وسط کار خندم میگیره و اوضاع سه میشه. راضی نمی شدم. گفت: بابا جون سخت نگیر، این کارا خنده و تراوت میاره، هدف که اذیت کردن نیست. ساعتی بعد شنیدم ابراهیم داوطلب شده و گفته: مرد میخوام کسی بتونه منو خواب کنه. طبق قرار قبلی حمید منو صدا زد، رفتم اتاق. بچه ها انگار در جریان بودن، همه پا شدند و صلوات فرستادند و بعد ساکت دو زانو دوروبر اتاق نشستند. من طبق رهنمود حمید اول چند تا فوت به دیوارهای سلول و سقف کردم و یواش یواش گفتم: اجی مجی لا ترجی کاتی کوتی ملکوتی. بعد از ابراهیم چند سوال الکی در مورد آب و هوا و حروف ابجد و چیزایی که خودم هم نمیدونستم چی بود پرسیدم و با لفظ قلم گفتم: ای ابراهیم، میخواهم شما را با 10 شماره مقابل این حضار خواب کنم. دوباره بچه ها صلوات فرستادن، یکی دو نفرم خنده هاشون را قورت میدادن. ابراهیم گفت: مرد میخوام کسی منو خواب کنه، هیپنوتیزم هیپنوتیزم کشک. گفتم: شما لطفاً تاغباز کف اتاق بخواب و فرنچ خودت رو در بیار روی صورتت بذار، من بالای سرت میستم، باید از داخل آستین فرنچ خودت به من از پایین به بالا نگاه کنی و من از 1 تا 10 آروم آروم میشمارم،
شرط میبندم به عدد ده که برسیم تو خواب باشی، ولی باید به من زل بزنی. اون سر آستینا من توی دستم میگیرم تا تو بتونی از پایین قشنگ منو ببینی. یکم فکر کرد و گفت باشه، ولی شرطی که خودم بشمارم نه تو. کمی چونه زدیم و آخرش گفتم باشه خودت بشمار، ولی باید به من زل بزنی، اگه زل نزنی سوختی. شروع به شمردن کرد و از داخل آستین منو میپایید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا رسید به شماره 9، یک از بچه ها پارچ بر از آبی را یه واشکی به من داد و از بالای آستین ریختیم توی سر و صورتش. شلیک خنده توی اتاق بلند شد. ابراهیم با عصبانیت پا شد و انداخ عقب من. اون بده با من بود و نزدیک بود با سر بخورم زمین. کارگرای بند صدا زدن نهار نهار، بچه ها بیاین تو. با هم دست دادیم. با خنده گفت اینجوری مهمون نوازی میکنن، حسابتو میرسم، خواهید دید. حرفهایی که خود زدنش عمل است. اون زمان در بند 4 موقت زندان قصر سفره قضا یک جا پهن می شود. در طول سالن سفره می انداختیم و همه مثل روز 13 به در دور سفره می نشستیم. ابراهیم کنار من نشست. او در شرکت صافیات که مهندس بازرگان از سهامدارانش بود کار میکرد. میگفت مهندس حقوق منو به خانواده‌ام میپردازه و واقعا از این بابت هیچ نگرانی ندارم. گفتم ابراهیم شما مذهبی هستی؟ گفت نه بابا، مهندس بازرگانم میدونه میملام هستم، مارکسیست لنینیست، و با تمام وجودم معتقدم بهت بر نخورا، دین افیون توده هاست. بنازم به مارکس که این جمله را گفت، دین افیون توده هاست، سر سوزنی هم کوتا نمیام. مخالف دکتر علی شریعتی بود و میگفت او ایدالیست. دکتر علی شریعتی ایدالیستی تمام عیاره. گفتم ابراهیم ایدالیست آرمانگرا هم معنا میده و به این معنا همه ای ما ایدالیست هستیم چون آرمان خواهیم. گفت به لحاظ فلسفی میگم. بعد پاشو توی یک کفش کرد و گفت ساواک به ام دکتر گرفته که براش مشروعیت کسب کنه. گفتم مگر دکتر شریعتی نیاز به کسب مشروعیت داشت؟ جواب درستی نداد. دوباره تکرار کرد او ایدئالیست، در حالی که دیالکتیک برخلاف متافیزیک میگه دنیا حرکت داره. پرسیدم مگه دکتر شریعتی یا مثلا مهندس بازرگان اونا گفتن دنیا از جای خودش تکون نمیخوره؟ گفت ببین دیالکتیک برخلاف متافیزیک میگه اشیا با یکدیگر مرتبطن. من پاسخ دادم آیا شما نمیدونی که بوعلی سینا و ملا صدرا که با تعریف خودت ایدالیستند و امثال اونا پیش از همه جهان را به منزله یک انسان دانستند و رابطه اعضای جهان با یکدیگر را مثل رابطه اعضای یک پیکر یعنی رابطه ارگانیک شناختند؟ نکنه فکر میکنی اونا هم با مشاهده و تجربه و جمع‌بندی بیگانه بودند و همه چسبیده بودند به ذهن و ورد و پیازده‌ها؟ گفت تو حاشیه میری و سفزته میکنی. حرف من این بود دکتر شریعتی ایدئالیسته، همین و بس. پرسیدم آیا افلاطون و هگل هم ایدئالیستن؟ گفت البته. گفتم اما اونها سرچشمه تفکر نظری در باب تکنولوژی هم بودن. فلسفه افلاطون سبب شد ارسطوی خلق بشه که علم را دامن زد. هگل زمینه رو برای مارکس فراهم کرد.
گفت من وارد معقولات نمیشم، فقط میگم دکتر شریعتی ایدئالیسته. و ادامه داد مهندس بازرگان از دکتر شریعتی جانبداری میکنه، اما من میدونم که مجاهدین نظر دیگه ای دارن. شنیدم محمد حنیف نژاد جریان دکتر شریعتی را حرکتی انحرافی و حرافی روشن فکرانه میدانست که جوانان را به جای مبارزه به مطالعه دعوت میکنه. گفتم از کجا شنیدی؟ نگفت و ادامه داد رژیم حسینی ارشاد را به این خاطر که دکونی باشه جلوی مبارزه مسلحانه تحمل کرد و به اون اجازه فعالیت داد. برای سواک چه اهمیتی داره دکتر شریعتی درباره الیناسیون یا سقیفه بنی ساعد سخنرانی کنه؟ بی خود نبود که صدیقه رضایی خواهر مهدی رضایی در حسینی ارشاد وسط جمعیت پا شد، با اعتراض به دکتر گفت دکتر الان وقت این حرفا نیست، زمان عمل است. گفتم حرف هایی هست که حرف است و حرف هم میماند، ولی حرف هایی هم هست که خود زدنش عمل است. این عین جمله دکتر شریعتی در نامه به احسان است. گفت اینا بازی با کلمات، دکتر شریعتی یک ایدئالیسته. درخت و نسیم عشق می کردند. آیت الله غفاری پسرشون هادی، آخوند بیچشم روی به اسم گلرو که توی نخ بچه های کم سن و سال بود، یک دانشجوی معماری دانشگاه ملی، آقای جلال گنجه‌ای و منو صدا زدن و گفتن شما 6 نفر آماده بشین، از این بند میرید. بعد از خداحافظی با بچه ها رفتیم زیر هش و پس از تشریفات و کلی معطلی از اونجا رد شدیم و به محوطه بیرون رسیدیم. لابلای درخت ها نهال سرسبزی از شاخ و برگش ناز و عشوه میریخت و با نسیم حال می کرد. مست و مدهوش نگاه می کردم. انگار تا حالا در عمرم چنین منظره‌ای ندیده بودم. انگار اصلا تا حالا درخت ندیده بودم. غرق تماشا شدم. درخت و نسیم سرشون را روی شونه همدیگر گذاشته و درد دل می کردن. همدیگر را می بوئیدند و می بوسیدند. آخوند گلرو رو به من کرد و با نگاهی عاقلاندر صفیح گفت داری با درخت ها حرف میزنی؟ چی میگی؟ چی میشنوی؟ گفتم خیلی چیزا میشنوم، من عاجزم ز گفتن و تو از شنیدنش. با دلخوری توپید و گفت اصلا شما چشم دیدن ما آخوندها را نداری. جز من و اون دانشجوی معماری بقیه با عباب و عمامه بوده. آقای گنجه‌ای در راه از من پرسید محمد لباس من خوبه؟ مرتبه؟ گفتم آره. خودم دستی به سرم کشیدم و متاسفانه هنوز اون چهار راه که در کمیته مشترک وسط کلم باز شده بود پر نشده بود و نیمه کچل بودم. یاد زلف قشنگ و فرفری که پیش از دستگیری داشتم افتادم و حیفه خوردم. واقعا آدمی به چه چیزهای حقیری دل می‌بندد. اولین چیزی که از ابتدای دستگیریم تا الان آموختم ضعف خودم و دیگران بود. زندان به زندانی می‌فهماند که زیاد خودشو نگیره و تاخچه بالا نذاره. میفهمونه که چند مرد حلاجه.
از کنار درخت ها رد شدیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به زندان شماره یک که ته قصر واقع شده بود. استوار نکره و درش اندامی که خنده های زشت و موزیانه می کرد اون چهار نفر را که لباس روحانی داشتند از ما جدا کرد. بعد سروان سارمی کارتکس ها را که مشخصات زندانی در اون نوشته می شد چک نمود و رشته تحصیلی من را هم پرسید. به نظرم آدم خوبی می آمد. رفتیم داخل بند. دم در گفت اونا آخوندند و مفخور. شما چرا؟ تو فیزیک خوندی، فلسفه خوندی و شما رو به اون دانشجو کرد. فردا آرشیتکت این مملکت می شدی. بعد از سر دلسوزی، به نظر من از سر دلسوزی سرشو تکون داد. من گفتم جناب سروان، همه کسانی که لباس روحانی دارن که مفخور نیستن. جوابی نداد و رفت. اومدیم توی بند، بچه ها دور برمون جمع شدند و ماچ بوسه شروع شد. گفتیم آیت الله غفاری، پسرشون هادی، آقای گنجه‌ای و یکی دیگه رو زیر هش نگه داشتن. عده‌ای رفتن پشت در بند تا سر و گوشی آب بدن ببینن چی شده. یه نفر اومد و بلند گفت بچه ها بیاین کنار، بیاین کنار، این کارو نکنین، کلیددار بند پاسبان نظریست که نزده میرخصه، شما رو میبینه، بهانه دست این بی‌انصاف رو ندیم. آیت الله از قصه می میرد. 7-8 دقیقه بعد آقایون علما سر رسیدن، اما نه عباب و عمامه داشتند و نه ریش. ریش هر چارتاشون پریده بود، یه جور دیگه شده بودن و آیت الله غفاری خیلی خیلی دمق بود، بیش از حد. هادی گفت بابام حتما می میره. با نگرانی گفتم خدا نکنه، واسه چی؟ گفت ریش. گفتم بابا زود در میاد. گفت نه، حالا حالا در نمیاد. پرسیدم یعنی اینقدر مهم ریش؟ گفت البته، پدرم با ریش پیش همه کسانی که او رو میشناختن فرق میکنه تا حالا که ریشش رو زدن. او مثل من و شما جوان نیست و ریش در این سن و سال که او داره دیگه مثل قبل روش نمیکنه. آقای گنجه‌ای هم پیش ما بود و شنید، گفت ما باید سر بدیم، ریش که چیزی نیست. چند روز بعد فریدون تنکابونی هم با سبیل های انبوه به بند آمد، اما ساعتی بعد صدایش زدن و بی سبیل برگشت. اینجا که دارم تعریف میکنم بند 1 و 7 و 8 بود. در یک اتاق یک زندانی رو انداخته و در رو به روش بسته بودن. البته در میلهی بود، میشد اونو دیدش. اسمش هادی حکیمی بود، مشهدی بود. میگفتن وقتی به باز پرسی میرفته نزدیک دادرسی ارتش جاده قدیم شمیران از دست مأمور محافظش در رفته است، ولی بعد گیرش انداخته بودن. هادی حکم ابد گرفت و حول حوش انقلاب از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. می گفت دایی محبوبه متحدین است. داستان غم‌انگیز داوود محبوب مجاز.
داوود محبوب مجاز با یکی از گروه های مخالف رژیم شاه که اسمش اون زمان در زمان شاه حزب الله بود ارتباط داشت. گروه حزب الله متأثر از حزب ملل اسلامی بود و مهدی افتخاری، مهدی برائی، ابو شریف، عباس آقا زمانی، جواد منصوری، بهروز زوفن، عزت شاهی، علیرضا سپاسی، محمد مفیدی، باقر عباسی و کسان دیگری که من نمیدونم از جمله فعالین اون گروه بودن. کنش و واکنش گروه حزب الله، حتی جلسات قرائت قرآن و دعای ندبه و کمیلشون همه تم ضد رژیمی داشت. اون گروه متأثر از مجاهدین و فدایان تصمیم به عملیات علیه رژیم شاه میگیرند و مجاهدین که در جریان فعالیتشون بودند میکوشند با نخبگیری شماری از افراد اون را جذب کنند و در این زمینه گویا مصطفی جوان خوشدل تلاش زیادی میکند. با بگیر و ببندهای سواک اون گروه ضربه میخورد و داوود محبوب مجاز هم دستگیر و شکنجه می شود خیلی زیاد. داوود حدود 2 متر قد داشت، کارات باز و بسیار قوی هیکل بود. شایع شده بود توسط فشارهایی که ساواک در بازجویی به جواد منصوری وارد آورده لو رفته است. البته خود جواد منصوری را هم زیاد شکنجه کرد. اگرچه پدر داوود محبوب مجاز با زندان بانان قزلقلعه نزدیک بود و با ایوب ساقی شکنجهگر لوتی و داشمشتی سواک کار میکرد، اما گرهی از کار پسر گشوده نشد. داوود در دادگاه اول 12 سال حکم گرفت. عده‌ای زیر پاش نشستن که تو چرا ایدئولوژیک دفاع نکردی؟ باید ایدئولوژیک دفاع میکردی و چه؟ جوگیر شد و در دادگاه دوم چپ زد و حکم اعدام گرفت که البته به ابد تبدیل شد. ابد که گرفت و در پیامد شکنجه ها و آزارهایی که دیده بود به سرش زد، مشنگ بازی در آورد و کم کم حال و روزش از عذاب اطوار گذشت و حسابی خلوچل شد. دم و دقیقه نماز میخوند و دور خودش میچرخید به همه طرف. در بند 4 زندان قصر او روزی با دنبل ورزش میکرد و جواد منصوری هم روبروش بود. ناگهان دنبل آهنی رو به سر جواد منصوری کوبید و او فرقش شکافته و راهی بیمارستان شد. اینطور که احمد و رضا برادران جواد میگفتن، جواد نزدیک بود بمیرد. آنها چند تا گوسفند نذر کرده بودند تا سلامتش را بازیابند. گفته میشد داوود به خاطر اینکه توسط جواد منصوری به زندان کشیده شده از او انتقام گرفت. خلاصه او رو به انفرادی بردند و گویا اونجا هم اذیت کردن. بعدها که برگشت نمیدونم چه کار کرد که برق اونو گرفت. بار دیگه در بند 2-3 در زندان قصر دیگه آبجوشو برداشت و 1 مرتبه روی سر خودش ریخت که به طور خیلی وحشتناکی سوخت. یکی از بچه ها در بهداری زندان دیده بود یک چیزی مثل مومیایی، مثل قله کوچک سفیدی باند پیچی شده با 2 تا چوب را میره. گویا فقط چشمای اون مومیایی به اصطلاح دیده میشد. صداش میزنه: داوود، داوود، تویی؟ وی در حالی که عشق میریخته با حالت نزار پاسخ میده: آره خودمم، داوود، داوود محبوب مجاز. داوود محبوب مجاز حدود 17-18 ماه در بهداری زندان موند. مدتی هم در بند 1-7-8 زندانی بود. یک بار با همبندیاش به حمام عمومی زندان قصر که در بند 5 واقع شده بود میره.
این جریان مربوط به سال 1353 است. یه مرتبه صدای داد و قال و فریاد کمک کمک به گوش میرسه و خلاصه معلوم میشه داوود به قصد خودکشی واجبی خورده است. پیداست که در اون لحظه هوش و حواس داشته و میدونسته چه میکنه. مگه چیز قحطی بود که واجبی بخوره؟ خلاصه اونا توی پتو گذاشتن و دوون دوون به زیر هش بردن تا به بهداری برده بشه. اما کار از کار گذشت و داوود محبوب مجاز تمام کرد. جدا از حال و روز خود داوود محبوب مجاز، اذیت و آزارها هم از بد و دستگیریش کار خود را کرد. البته بازجوها و زندانبانان همه بی صفت و نالوتی نبودند. این گزارش درستی نیست که همه را پست و نابکار بدونیم. حتی حسینی شکنجگر که فحش‌های بسیار هرزه از زبانش قطع نمی‌شد و هرچه از شقاوتش بگوییم کم است، حتی او یکی دو بار به خاطر شلاق‌هایی که زده بود اشک ریخت و حتی یک بار دست هوشنگ عیسی بگلو را بوسید و گفت من نمی‌توانم در چشمان تو نگاه کنم. همین حسینی محرم سال 50 در زندان اوین حلوا درست میکرد و با همسرش اتاق به اتاق به زندانیان میداد تا خود را تسلی بدهد یا هرچی. اگه زندانی زیر شکنجه اسم فاطمه زهرا را میبرد، شلاق از دستش میافتاد و با تغییر بر سر زندانی داد میکشید اگه یک بار دیگه این اسم را تکرار کنی چنین و چنان میکنم. او و حسین زاده نسبت به دکدوزی این یا اون کارمند کمیته بسیار حساس بودند. او و عطارپور هر دو از این نظر آدمهای درستی بودند. خودشون گرد چنین چیزهایی نگشتند. رسولی ناصر نوذری اگرچه بازجوی بیرحمی بود اما مستأجر بود. خونه سرنگ زمانی مستأجر بود، از خودش خونه نداشت برخلاف امثال آزادی. پا روی انصاف گذاشتن خیلی ساده است اما صحیح نیست. صحیح نیست همه رو شیطان رجیم جلوه بدیم. نه همه زندانیان اهورایی بودند و نه همه زندانبانان و بازجویان کفر ابلیس. در میان مقامات بالای ساواک بودند تک و توک کسانی که کوشش می‌کردند زندانیان اعدام نشوند. اگر هم دستشون بسته بود لاقل این لوتیگری رو داشتند که زندانیان اعدامی را پیش از تیرباران با هم ملاقات بدن. زندانیان بعد از انقلاب میدونن که در دهه پر ابتلای شست چنین چیزی تصورش نیست غیر ممکن بود. 24 اسفند سال 50 عباس مفتاحی، مجید احمدزاده و چندین نفر دیگر را حسینی کنار هم قرار داد. هستن کسانی که در همون اتاق بودن و یادشون هست که مجید گفت عباس دیدار به قیامت. مسعود رجوی با محمد حنیف نژاد پیش از اعدامش ملاقات می کند. پاییز سال 50 حنیف نژاد که در اثر شکنجه ها و بیخوابی و آزارهای مداوم هنگام بازجویی ها مریض شده بود تقاضا می کند که یکی دو نفر از اعضای سازمان را پیش او ببرند و بازجویان ساواک این امکان را فراهم می کنند که دکتر محمد میلانی و مهندس لطف علی بهپور مدتی اگرچه کوتاه پیش او باشن. اواخر دی سال 54 بازجویان ساواک بعد از پایان همه بازجویی‌ها
عبدالرضا منیری جاوید، ساسان صمیمی بهبهانی و سعید شاه‌سمندی را ملاقات می دهند. حتما نمونه های دیگری هم هست که من نمی دونم. خیلی ها که نمی خوان گذشته به حال برسه، خیلی ها که نمی خوان گذشته درس عبرت باشه مگر اینکه در اون دست ببرند، از بیان این گونه واقعیات ناراحت می شن. همه ما مثل خسته به خواب و تشنه به آب به واقع بینی و انصاف نیاز داریم. بی انصافی نسبت به دشمن بدون تردید به بی انصافی نسبت به دوست خواهد انجامید. به کسی که تا دیروز و پریروز در صف ما بود و به هر دلیل حالا نیست اما با دشمن هم زاویه و فاصله دارد، با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین مبانی انسانی باران تهمت میباریم و اسمش را مرزبندی میگذاریم. بله، امتناع انصاف و واقع بینی چشمانمون را قیچ و لوچ میکند. بی انصافی نسبت به دشمن بدون تردید به بی انصافی نسبت به دوست خواهد کشید. کما اینکه شکنجه دشمن با هر توجیهی که برای اون بتراشیم به شکنجه دوست را خواهد برد. به بحث خودمون برگردیم. داشتم میگفتم زندانبانان همه بی صفت و نالوتی نبودن، اما خوبهاشون هم تجربه کافی برای برخورد با زندانیان جوانتر از خودشون نداشتن. زندانیانی که از پاکترین فرزندان ایران بودن و مسئولین امنیتی میدونستن که اونها برای خودشون چیزی نمیخواستن و با انگیزه آزادی و ترقی میهنشون خود را به آب و آتش زدند. در زندان قصر پیش آمده بود که شماری از زندانیان را با لباس زیر به انفرادی در تخته‌ها می‌بردند و اونجا وادارشون می‌کردند مدت‌های مدید دست‌هایشون را روی زمین بگذارند و سمت دیوار معکوس بایستند. بارها پیش از بردن به انفرادی پاهای زندانی را در چوب فلک که زمان میرزا رضا کرمانی باب بود برده و 10-12 نفر با هم به زندانی که چشمانش باز بود شلاق می زدن تا او بگوید گه خوردم گه خوردم. برای خود من این مسئله روی داده است. در مواردی زندانیان را آویزان هم می کردند و شلاق می زدن که البته در مورد من پیش نیامد. در زندان قصر در بند 7 دکتر دندان پزشکی بود به نام حسن که سرگذشتش به قول فردوسی یکی داستانی است پر آب چشم. او نیز به علت شکنجه بیش از حد تعادلش را از دست داده بود و بی اون که بدون چی کار میکنه بلند بلند با خودش حرف میزد. البته وقتی حالش خوش بود مثنوی میخوند. بلند بلند با خودش حرف میزد. اونو به زیر 8 بردن و اونقدر زدن که دیوونه و چلوز شد و بعد از انقلاب در خیابونهای تهران دور بر سطلهای آشغال میچرخید و داد میزد شلاق نزن، دستم رو نپیچون، نزن، دستم شکست. و بچه های کوچک که از رنج و درد او بیخبر بودن دنبالش میکردن، دنبالش میدویدن. حسن وقتی که حالش خوش بود بخش هایی از قصه بازرگان و طوطی مثنوی را پشت سر هم میخواند. ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. هر که عاشق دیدیش معشوق دان کوب نسبت هست هم این و همان. تشنگان گر آب جویند از جهان آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. ما بهاب و خونبها را یافتیم،
جانب جنباختن بشتافتیم. ما بها و خونبها را یافتیم جانب جنباختن.